که چرا بذاری دوستان. اگر سوالی، اولا ما خواهش کردیم که شما کتاب این دوستمون رو اول باید خونده باشید تا سوال کنید، ولی چون خودم هم یکی از تنبلایی هستم که مثل شما هستم، بعضی وقتا نخونده قضاوت میکنیم، نخونده سوال میکنیم. اگه سوالی دارید توی فیسبوک بنویسید، من برای آقای مهران نجات سوال رو میخونم، ایشون پاسخ میده. آقا شما صدای منو دارید؟ آقای توزی سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه. شما صدای منو دارید؟ من صدای شما رو دارم. آقای شما صدای منو دارید؟ بله خیلی هم خوب و عالی. اجازه بدید من بیارم اینجا دوتامون بشینیم در کنار هم. اینم معجزه امام زمانه، شما از یک محل دیگه و من از یک محل دیگه میتونیم بیایم کنار هم باشیم. آقای مهدی مهران نژاد، احتمالا شما هم هر روز از این که آقای توزی مردم از چون مسلمان و شیعان اعتقاداتی دارن شخصیه، اینی که فرمودید معجزه امام زمان، لطف فرمایید وارد این حوزه ها نشید. خب به نظر من این معجزه امام زمانه دیگه. الان همینجا دوستان نوشته بودن رفتیم فروشگاه همه چیزا خالیه شلفا، بعد این آقای اردوان روزبه نوشته بود بابا میخواد یه برفی بیاد، امام زمان که نمیخواد ظهور کنه، انقدر همه چی رو دارید هرس میزنید. حالا شما خیلی خیلی گیر نده تو ایران خیلی. من چون خودم ببینید یه خصوصیاتی که من دارم اینه که مثلا بعضی شروع میکنند گفتن آقا یه ترکه بود همونجا متوقفش. آها اونو با شما همراه هم. اگر اونجا با من همراهی اینجا هم همراه باشید. چشم. من وارد نیم معذرت میخوام. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اینجا خودم رو دارم عرض میکنم. اینا تأکید میکنم. آدم مذهبی به هیچ وجه نیستم. بله بله. فقط به اخلاقیات، اعتقادات، باورهای مردم احترام میذارم از هر قماشی که میخوام بکنم. شما به باور کسی که فکر میکنه باید سر شما رو ببره تا گناهتون بخشیده بشه احترام میذاری؟ من نمیذارم. نه اون که تروریسته، اون که جهانی جنایتکاره. نه ببینید اعتقاد فرق، اعتقاد مذهبی درست چیزی که ما تو فرهنگمون هست و قابل احترام هست، نه خرافات. آقای مهران نژاد عزیز و گرامی، دوست 20 و چند، من خوشحالم آقای تو، بله. من خوشحالم که به همین ضربه اول این بحث شده، اشکالم نداره. نه خیلی هم خوبه. ببینید من و شمایی که با هم 22 سال دوست هستیم، اول دوست های نادیده بودیم، حالا همدیگر رو میبینیم و سعادت من از شما یاد بگیرم. شما فکر میکنید هیچ وقت تا حالا کسی اومده بگه من به یه سری خرافات باور دارم؟ همه میگن این درسته، این دینه و شما هم باید باور کنید. و الا اگر یه معیاری بود، ببینید سالها پیش آقای فیلاوی به من گفت شما میگید اسمم نیار، خیلی کار منو مشکل میکنید. دوستان این آقای مهران نژاد انقدر آدم خوبیه، نه اسم کسی رو میاره نه چیز، ولی خب من میگم، حالا دیگه گفتم. آقای فیلاوی به من میگه که سوربی جان اگه میخوای بفهمی کسی حقه یا ناحقه، مثل طلا که بهش محک میزنن، محک مجاهدین رو استفاده کن. گفتم مجاهدین محک ساختن؟ کجا میشه بخریم؟ گفت نه، هر کسی گفت مجاهدا کارشون درست نیست، این مزدوره. خب ببینید شما فکر میکنید آقای فیلاوی فکر میکنه داره مزخرف میگه؟ نه، داره عمرش هم برای این میذاره، ولی پافشاری میکنه. اولا اگه شما آفندت شدید یا بهتون برخورده، من ازتون عذر میخوام. چشم. نمیگم بریم. اوکی. من فقط برای دیگران دارم این مطلب رو عرض می‌کنم. باشه، خودم به آدم راحتی هستم، مشکلی ندارم. بله. این توضیحی که شما فرمودید و من هم اضافه بکنم، ببینید تعریف مثلا وقتی همه صحبت‌ها از وجود یک خالق پیش میاد تحت عنوان خدا، این خدا رو چطوری نمی‌تونید درست تعریف بکنید که چی هست، کجا هست، چه شکلی هست، وضع چیه؟ هر کسی برای خودش یه تعریفی از خدا داره. خب اگر ما 7 میلیارد جمعیت دنیا داریم، 7 میلیارد خدای مختلف هست. من اینجوری فکر میکنم. بله. بنده برای خودم یه اعتقادی دارم، دیگری برای خودش یه اعتقادی داره. اکثرا من میبینم
کسایی که بی اعتقاد هستن میگن آقا اینا خیال میکنن که تصویری که من ازشون میگیرم که خدا یه موجود چاق و چله گنده یه بالای ابرا نشسته با یه دوربین پایین داره نگاه میکنه که کیو بگیره بندازه تو بهشت بندازه تو جهنم، یه همچی چیزی وجود نداره. آدم باید برای خودش یک سیستم ارزشی درست بکنه بر اساس اخلاق، انسانیت، شرافت و کرامت انسانی. من به اون میگم خدا. حالا میخواد نماز بخونه نخونه، میخواد نمیدونم روزه بگیره نه، کمان که یه سوال خیلی ساده، دو سوال از شما میکنم: آیا کسی که نماز میخونه آدم خوبیه؟ آیا کسی که نماز نمیخونه آدم بدیه؟ همین دو سوال نشون میده که به این صحبت ها نیست. صحبتی که من دارم میکنم اینه که جامعه ما، فرهنگ ما یک فرهنگ شیعیه و یک اعتقادی به امام زمان دارن. حالا چیزی که تعبیر بود، من به هیچ وارد این مباحث نمیشم. بله. نه صلاحیتشو دارم، فقط تنها چیزی که دارم میگم اینه که مردم یه اعتقاداتی دارن، نباید به اونا حمله بشه. آقا من کم کم دارم شک میکنم که شما یه دوربین اینجا دارید و سوالات من رو شما دیدید، چون اولین سوال ما اتفاقا راجع به همین فرهنگ هست، راجع به این که شما بارها هم تو کتابتون هم خودتون تو این چند جلسه که با هم بودیم میگید که تشیع فرهنگ ماست. بعد جالب اینه که میگید اولا یعنی به ما بگید که فرق بین تشیع و شیعیگری چیست و ثانیا ارتباط تشیع با فرهنگ ایرانی چیست. چون تا اونجایی که من میدونم فرهنگ مجموعه کارها، اعمال و رفتاره، ولی شما اینجا میگید تشیع فرهنگ ماست. این یه مقداری بیشتر بر ما باز کنید لطفا. اون سوالی که اول فرمودید که تفاوت بین شیعیگری و تشیع، این اصطلاح شیعیگری رو فکر میکنم سید احمد کسروی در آورده و ایشون با این که خیلی عالم بود، دانشمند بود، زبانشناس بود، در فارسی تصرفاتی کرد و از جمله اختراعاتش این شیعیگریه، در صورتی که با این همه علم و دانش توجه نمیکنه که پسوندگری مثل مثلا نفتگری، رفوگری، خونیاگری، آهنگری، کفشگری الاخر یه حرفه، یا اینکه عادت به یک حرفه منفی مثل وحشیگری، لاوبالیگری، فتنگری الاخر. این توهین آمیزه. تشیع این چیزی که مذهبی که ما ایرانی ها داریم و بعضی غیر ایرانی ها، این تفاوت این دوتا. و اما اینی که تفاوت یا وجه مشترک دین مذهب با فرهنگ چیه که من مرتب تاکید میکنم و هیچ وقت صحبتی از دین و مذهب نمی کنم، تو کتاب من که هیچ وقت وارد این حوزه نشدم، اصلا کتاب من کتاب دین و مذهب نیست، کتاب سیاست هم نیست، فقط و فقط عنوانش مشخصه که چیه. حالا محرم که میشه ما در ایران سین زنی میکنیم، این اجباری هیچ وقت نبوده، فرهنگ منظور از فرهنگ که آیا کسی که میره سین زنی میکنه آدم متدینیه، آدم مقدسیه؟ نه، به هیچ وجه اینطور نیست. سین زنی رو میکنه فردا رو توی همون کار آرتیش رو انجام میده. بنابراین صحبتی که من میکنم اینه که اینها فرهنگ ما، اصلا صحبت دین و اعتقادات شخصی نمیکنه. اعتقادات شخصی اون دینیه که یک فرد داره، رابطه‌ایه که بین خودش و اون تصویری که از یه موجودی به نام خدا برای خودش درست میکنه و به اون اعتقاد داره. و همونطور که گفتم، همونطور که 7 میلیارد جمعیت دنیا، 7 میلیارد اثر انگشت مختلف دارن، افکار و عقاید و اعتقادات و باورها هم با هم متفاوته. ممنونم از شما. دوستان شما نظرتون چیه در رابطه با فرهنگ و تشیع و این شیعه‌گری؟ این توضیحی که شما دادی من واقعا تا امروز یاد یعنی دقت نکرده بودم. راست میگید، مسگری حتی اضافه بکنم این میشه من گفتم مثلا ماه محرم میشه سینه زنی میکنیم، همینطور وقتی که عید نوروز میشه سفره هفتی میچینیم،
چهارشنبه سوری از رو آتیش میپریم سیبزه به در میبریم. اینا آداب و رسوم و فرهنگ یک ملته. متاسفانه یکی از دلایلی که من واقعا تحریک شدم که این کتاب رو بنویسم، خیلی افسوس میخورم، تأسف میخورم که میبینم جامعه ما دو قسمت شده، دو بخش شده. یه گروه ضد دین و ضد اسلام حمله میکنن به اسلام و این 1400 سال گذشته، یه گروه هم اون برقرار گرفتن و حمله میکنن به تاریخ ایران قبل از اسلام، در صورتی که ما 1200 سال قبل از اسلام 1400 سال این دوتا دو بال یک پرنده هستن. اینا مثل پدر و مادر یک خانواده هستن. اگر این دوتا با هم جنگ و دعوا بکنن خب تکلیف بچه ها چیه؟ و من افسوس میکنم همه عمرم، من هم مسلمان بودم هم ایرانی، یعنی اگر سینه زنی بوده بهش احترام گذاشتم، چهارشنبه سوری هم هست بهش احترام میذارم، جشن نوروز هم احترام میذارم و قابل احترام هم هست، به خاطر اینا متعلقه به ما فرهنگ. خب همون موقعی که من تو رادیو بودم این آقای احمدرضا بهارلو میمد گاهی وقتا خبر پخش میکرد، اون موقع آقای چیزم میومدن، حالا که شما گفتید عید به جای خودش، سینه زنی به جای خودش، یکی از تلفنایی که شد تلفن سال این بود که یه آقای تماس گرفته بود، گفته بود که آقا حالا عاشورا با ماه نوروز، با ایام نوروز یکی شده و اینا، به نظر میاد شما هم شنیدید اونو، هیچ اشکالی نداره و ایشون گفت من نشیدم اتفاقا چون اینو فرمودید یه شعر گفتم اگه بتونم زود حتماً حتماً. بله این آقا وقتی زنگ زد گفت که آقا آقای بهارلو ببین در زمان امام حسین هم این اتفاق افتاد و امام حسین هم گفت عاشورا به جای خودش، عید نوروز هم به جای خودش، که آقای احمدرضا بهارلو هم فقط نگاه دوربین کرد و گفت که چه باید گفت. بعضی وقتا خب تاریخ و اینا هم سالاش و اینا اشتباه میشه. اون شعر اگه میخواین بگید بگید، اگه یادتون الان، اگه نه من سوال بعدی رو بپرسم که اتفاقا در همین باره که شما میگید من دین و مذهب و اینها، من از شما سوال میکنم، شما فکر نمیکنید که مقدار زیادی خرافه در دین و مذهب و از جمله دین اسلام و تشیع وجود دارد و باید، یعنی اینجوری که بعضیا میگن، آیا باید این خرافات رو هم محترم شما برمیگردیم به همون حرف اولمون؟ به هیچ وجه خرافات قابل احترام نیست و ما بزرگترین صدمه رو از همین خرافات متاسفانه خوردیم و این بر رهبران مذهبی ماست که این مشکل رو واقعا رفع بکنن. نه به هیچ وجه درست نیست و باید این مشکل رفع. خب باز بیان به همین ماجرای تشیع که خب ما فهمیدیم یا خوندیم یا به همون گفتن که این تشیع ساخته و پرداخته ایرانی ها، فکر کنم از دوره صفویه بوده، شاه عباس، نه؟ برای مبارزه با سلطه عرب. خب میشه گفت که تشیع یک حرکت سیاسی است. حالا شما بفرمایید رابطه این حرکت سیاسی با دین اسلام و اصولا رابطه دین با سیاست چیه؟ و این که میگن دین باید از سیاست جدا باشه چه معنی داره؟ امروز آقای صوفی شما سوالاتتون در یک حوزه که به هیچ وجه موضوع کتاب من نیست، اما خیلی خوشحالم که این مطالب رو مطرح کردید که من قشنگ قضیه رو بشکافم که بینندگان شنوندگان محترم شما متوجه باشن که ما اشتباه نکنیم. وقتی صحبت حکومت دینی، به نظر من چیزی به نام حکومت دینی وجود نداره، دین مقدار زیادش اصلا سیاست هست، منتها یک قسمتی از دین هست که اعتقاد شخصیه و به هیچ وجه مربوط نیست. اون عبارت هست از رابطه ای که یک شخص بین خودش و خدای خودش، همون خدایی که حالا تعریف میکنه برای خودش، به وجود میاره، اون شخصیه. بقیه کار دین البته فقه داره، شرع داره، تشکیلات خاص خودش رو داره که همه اینا یه زمینیه، کار به کار اعتقاد اینا نداره و مقدار زیادش هم اصلا سیاسته. همونطور که ببخشید سید حسن مدرس میگه سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. خب این میرسونه که و خودش هم با این که یک شخص روحانی بود
سیاسی بود، نماینده مجلس بود و این میرسونه که دین و سیاست تفاوت چندانی نداره. اینی که میگه باید دین و سیاست رو اصلا جدا کرد، جدا هست. اعتقاد هم دو جرد دادم، اعتقاد شخصیه و کاری هم به کار زندگی جسمانی و مادی بشر نداره. آنچه که جسمانی و مادی و دنیوی هست همین سیاسته. حالا اسمشو میخوان بذارن حکومت مذهبی، این یه عنوانه که هیچ ربطی به وقایع روزمره زندگی بشر نداره. ما هم شعر رو پیدا کردم اگر میخوای براتون دارم. لطف کنیم. بله. این اتفاقا نوشتم تصادف عید نوروز 1380 با ماه محرم. عید است و نسیم خوش ایام سعید است، بلبل به نوا و طرب و گفت و شنید است. به به که به هر کن پرستو زده لانه، بس ناله مستانه که بر لانه مزید است. در دشت و چمن باغ و دمن بوی بهاری، بر سر و سپیدار و گل و شاخه دید است. از فتنه و سرمستی مرغان خوش آواز، غوغاست که از روی زمین بر مه و شید است. بر 380,000 سوز هجرت بگذشته و میثاق شهنشاه شهید است. نوروز و محرم شده امسال مقارن، هم وقت عزاداری و هم وقت نبید است. هم خونچه کند خنده و هم عبر بگریش، با گریه و یا گریه و یا خنده، یا گریه و یا خنده تنها چه بعید است. گه شادی عید است و گهی یاد شهادت، گه جامه سیاه است به تنگاه سفید است. از خنده تلخی که عطا بسته به لبها، دانم که عزای شه خوبان شب عید است. این رو خواستم تقدیمتون بکنم که عرض کنم چرا پیش میاد هم عزاداری هم شادی تو خانواده ها پیش میاد. عروسی خب یه نفر رو از دنیا میره، این اتفاق میفته، هم شادی هم عزا. چیکار بکنیم؟ باید هر دو رو مد نظر داشته باشیم. خیلی ممنون. حالا فکرش بکنید توی اون کوچه ای مثلا یه نفر عید رو گرفته، بعد صدای موزیکی یا دست زدن چیزی هم موقع ایام محرم هم هست، تو اون کوچه که دعوا و چیز میشه دیگه. خب ببینید، بله بفهم آقای خوبی، اگر اخلاق و مهربانی و خصوصیت بر جامعه خود فرما باشه خیلی مشکلات رفع میشن، ولی اگر نباشه سنگ و سنگ بند نمیشه. همین اوضاعی میشه که الان داریم، این زندگی که ما تو دنیا داریم میبینیم. آقای جورج بوش پسر گفتش که صدام سلاح کشتار جمعی داره، رفت بیش از 1,000,000، از اون تعداد ندارم ولی صدها هزار میلیون خدا میدونه چه تعداد رو کشت. وقتی که خوب کاران ببخشید اشتباه کردیم نداشت. شما ملاحظه رو فرمایید در جنگ جهانی دوم جمع کشته های ناگاساکی و هیروشیما، اولیش 100,000 کشته داد بمب اتم اول، دومی هم حدود 60,000 تا. البته بعدش عوارضش رو کاری نداریم، ولی خود دو تا بمب 160,000 تا. این که بمب اتم هم به کار نرفت 1,000,000 کشته داد، چرا؟ این بی اخلاقیه. من نمیدونم چیزی رو باید باز نه متوجه شدم. یعنی من اگر مثلا عروسی هم داشته باشم به خاطر احترام به همسایه ها ممکنه مثلا اون رو همون میشه که تاریخش رو عوض میکنن یا سر صدا رو پای میارن. ممنونم آقا، شما دست و بال منو بستید. شما گفتید که این سوالات راجع به کتاب نیست، ولی اگر اجازه بدید من کتابتون رو همین جوری که میخونم. من یه روشی، یه کلاسی رفتم همون مثل تند نویسی برای دادگاه و اینا، ولی تندخوانی بود که شما به جای اینکه بخونید مثل یه جوری عکس به اصطلاح مقاله رو میگیری، عکس پاراگراف رو میگیری و اینها. و این روش حالا بعض وقتا کمکم میکنه، بعض وقتا متاسفانه باعث میشه یه چیزی رو دو سه بار بخونم. ولی اجازه بدین در رابطه با همین صحبتایی که شما کردید من یه سوال از شما بپرسم، بعدش میرم سراغ کتاب شما، بهتون قول میدم. اوکی؟
خب توی تاریخ و اینها بر اساس نوشته ها ما میدونیم که اکثریت مردم ایران تا قبل از صفویه سنی بودن. چرا شما اکثریت سنی ایران را نادیده میگیرید و میگویید تشیع فرهنگ ایرانیان است؟ چه سوال عالی. ببینید وقتی که اسلام ظهور کرد زمان حضور خود پیغمبر حضرت علی یک ارزش و شخصیتی داشت که واقعا خود پیغمبر مفتونش بود و من میتونم به خودم این جرأت رو بدم که بگم اولین شیعه خود پیغمبر بوده. بعد از اینم که از دنیا میره خب پیروان علی بودن، هنوز سنتی نه اهل سنت نبودن. سنی ها بنیانگذارانشون شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اینا خودشون شاگردای ائمه شیعه بودن. اما بعد از خلفای راشدین، خلفای بنی امیه تا تونستن ظلم کردن و رفتاراشون به هیچ وجه مطابق با دستورهای اسلام نبود. تا تونستن ظلم کردن علل خصوص به ایرانی ها و فرزندان حضرت علی و پیروان حضرت علی. خب این سه گروه یه سود مشترک با هم داشتن، درد مشترک با هم داشتن که مورد ظلم واقع شدن و اینا فرار میکردن، میمدن بیشتر در طبرستان اونجا زندگی میکردن. بنابراین شیعیان و ایرانیان با هم یک رابطه دوستی عمیق از اول پیدا کردن. اون زمان ها اختلاف بین شیعه و سنی اینجوری نبود که الان هست. سنی ها هم احترام میذاشتن، شیعه ها هم به سنی ها احترام میذاشتن، اما مشکل حکومت بود، حکومت بنی امیه و بنی عباس. و این حکومت ها هم برای خودشون خلافت درست کرده بودن، خلافت بنی امیه، خلافت بنی عباس. بعد هم حدود 700 سال پیش امپراتوری عثمانی روی کار اومد و اونها هم خلافت عثمانی یا خلافت اسلامی جدید را انداختن. خب در ایران درست می‌فرمایید اکثریت سنی بود ولی به سرعت داشتن شیعه می‌شدن مردم و این اشتباهی که کسروی کرده که میگه که چطور که میشه که اکثریت خانواده شاه اسماعیل صفوی شیعه نبودن و سید هم نبودن، چطور که میشه اینا هم سید شدند و هم شیعه و هم دیر رسمی ایرانی ها تشیع شد؟ اتفاقا آقای رسول جعفریان هست، کتاب سجلی خیلی خوبی داره در تاریخ تشیع که اونجا اسم اهل تسنن رو میذاره سنی های 12 امامی یا مثلا شیعیان سیاسی. به هر جهت همه این حرکت ها سیاسی هست. وقتی که شاه اسماعیل میاد روی کار، ما در دو طرف سمت شرق و غرب ایران دو نیروی خیلی قوی مذهبی داشتیم، ازبکان و عثمانیان. هر دو اینا سنی بودن و میخواستن ایران رو ببرن. شیبک خان حتی نامه می‌نویسه به شاه اسماعیل صفوی، خیلی توهین‌آمیز و ایشون رو خطاب میکنه: اسماعیل داروغه، شهر رو آبوجارو کن، من میخوام بیام برم مکه. اینطوری برخورد میکردن و عثمانی هم نگاه میکرد که از اون طرف در جزه اروپا رفته تا قلب اروپا پیش رفته، در خاورمیانه که همه جا رو گرفته، شمال آفریقا، تنها موضوع ایران و برنامه داشت که ایران رو ببنده. این شاه اسماعیل اومد با تأکید بر تشیع یک ایران مستقل به وجود آورد با تکیه بر تشیع. این رابطه این قضایی است و به این دلیل من تأکید میکنم که ما باید جنبه
فرهنگی و ملی این قضیه رو بشناسیم. اصلا وارد دین و مذهب و اینجورا نشید. البته به نظر من اگر ما حق اقلیت ها رو هم بدیم، چه حالا تشیع در اقلیت باشه چه دوستان سنی در اقلیت باشن، همه مشکل ها برطرف میشه. باید اینطور باشه. بله. خب آقای اکبری یا آقای اکبر شیرازی که همشهری من هم هستن از آلمان، ایشون نوشتن که تشیع فقط به خاطر مرزبندی با عثمانی های اهل تسنن به وجود آمد. یعنی با شما هم عقیده هستن همین چیزی که شما میگید؟ خیلی ممنون. خب یه دوست پیدا کردیم. بله خیلی ممنون. بیایم فصل سوم کتاب شما یه مقدار برگردیم عقب‌تر و از صدر اسلام صحبت کنیم که آیا دین اسلام توسط اعراب مسلمان به ایران تحمیل شد یا ایرانیان آن را با آغوش باز پذیرفتند. چون دوستان اگر فقط همین تلویزیون های لس آنجلسی رو هم نگاه کنید که معمولا محتوایی نداره، ولی بعضی وقتا خودشون اقرار میکنن که انقدر مشکل بوده در حکومت های ایران، انقدر مشکل بوده در دستگاه دین و مذهبی ایرانیان قبل از اسلام که مردم فقط به خاطر اون شعار برادری و برابری و اینها جلب و جذب اسلام شدن. ولی چون این قسمتی از کتاب شماست، من میخوام ببینم که شما به اصطلاح باورتون چیه که آیا اعراب مسلمان حمله کردن به ایران و تحمیل شد یا اینکه ایرانیان با آغوش باز پذیرفتن. ضمناً راجع به کسروی میگید، خود من با کسروی خیلی مخالفم، چون اگر یک کسی ادعا کنه که کتاب دوست و از کتاب چیزی میدونه، اصلا باید شرم و حیا داشته باشه و کتاب سوزی رو رواج نکنه، رایج نکنه. زمین این که آقای کسروی این کارا رو جمعه هم بس که یا شب جمعه انجام میداده. بفرم حتی بدتر، من که این تو معادل میدونم با کار داعش، به خاطری که سوزوندن کتاب سعدی و حافظ عبارت است از سوزوندن و نابود کردن فرهنگ ما، و داعش و طالبان هم میان آثار باستانی رو نابود میکنن. باسته تفاوتی هست به این دوتا. اما برگردیم سر اون سوال دیگه شما که آیا ایرانیان دین اسلام بهشون تحمیل شد یا با آغوش باز. البته که نمیشه گفت 100% با آغوش باز، ولی تا حدود زیادی. چرا؟ به خاطر اینکه اوضاع مردم ایران در اواخر ساسانیان خیلی بد شده بود، واقعا بی اخلاقی که بیداد میکرد. کتاب روح القوانین مونتسکیو حتی میگه که یک عده از کشیش های مسیحی پناه برده بودن به دربار ساسانی، یک فجایعی دیدن که تو کتاب من اینو آوردم که واقعا آدم شرم میشوشه که جلوی تلویزیون جلوی دوربین اینو بگه. ولی خب چرا؟ فساد خیلی زیاد شده بود و تا حدود زیادی میشه گفت که ایرانی ها واقعا پذیرفتن و روی گشاده. به هیچ وجه نمیشه باور کرد که یک ارتش نیرومند 100,000 نفری رستم فرخزاد در برابر مثلا 7,000 تا عرب نیم مسلح شکست بخوره، این چیزی نیست جز اینکه با میل و رغبت تعداد زیادشون دین اسلام رو پذیرفتن. البته همه نه، بعضی هم فرار کردن به جانب شرق، رفتن به طرف هندوستان، که همین امروز هم پارسیان هند رو داریم، بهاری های همون ایرانی ها هستن، تعدادی بودن ارزم بزرگ. بعضی هم خود نتونستن دارن ولی میل هم نداشتن، اونها مثلا جزیه دادن، جزیه هم یه چیزی مثل مالیات همونطور که شما فرمودید، شدن اقلیت مذهبی و راحت زندگی میکردن. مسئله هم بسیار ممنونم. آقای شیرازی برای شما نوشتن که من این آقای محترم را نمیشناسم، ولی بحث کردن با این گونه افراد مثل خیابان یک طرف است. سوال باید بایستی به مزاجشان خوش بیاید و الا سوال غیر منطقی است. این فکر کنم سوال غیر منطقی نیست. بفرمایید با شمال میل من گوش میدم و عکس‌العمل نشون میدم. خب خیلی ممنونم. این سوال ششمی که من از شما میپرسم مربوط به فصل پنجم کتاب شماست، ولی ما همه یه جورایی شنیدیم که
اعراب دین و خط و زبان خودشان را بر ما تحمیل کردن. خیلی هم مدیون فردوسی میدونن ما رو که یعنی میگن باید باشیم که این کارو نکرد و ما مثل عربای مصر و کشورهای دیگه الان عربی صحبت نمی‌کنیم. ولی شما تو کتابتون می‌نویسید که اینها تحمیلی نبوده بلکه نیازهای جامعه ایران بوده. لطف کنید یه مقدار در این مورد توضیح بدید. و من حتی با یکی از دوستان که توی یکی از برنامه‌ها گفت ای عربا 120 هزار تا شتر آوردن کتابای ما رو بار زدن و آتش زدن، گفتم شما همین امروز اگه بخواید 120 هزار تا کامیون پیکاپ تراک فراهم کنید، بزرگترین شرکتان نمیتونن. چجوری اعراب 120 هزار شتر آوردن، بعدم نه این که مثلا از این شهر ببرن اون شهر، ببرن آتش بزنن، خب همونجا آتش میزدن. بعد ایشون گفت شاید 12 هزار تا بوده، شاید 1000. گفتم آقا شما به سوال به اعتراض من گوش کن، من میگم اصلا چرا آتش بزنن کتابا رو روی بار رو ببرن و این بر و همونجا آتش میزدن. این حرفا رو حتما شما شنیدید که ما کتابخونه ها داشتیم، چه ها داشتیم و همه رو اعراب سوزوندن و اینا یه مش پاپتی بودن. از موقعی که با ما به اصطلاح گشتن اینجوری شدن اونجوری شدن. ولی یه نکته ای رو دوستان فراموش میکنن، دوستان بیشترین کتابای نجوم، ریاضیات، علم، ابو علی سینا، همه اینا به عربیه. از خودتون سوال کنید چرا؟ بفرمایید شما نظرتون چیه؟ تمام اینا که شما میفرمایید باره بعد از اسلام، قبل از اسلام خب نشون بدن و این کتابا رو کی نوشته، دانشمندان نویسنده اینا کی بودن. ما در فرهنگمون یکی از پایه‌های نیرومندمون شعره. اصلا لغتی ما برای شعر تو زبان فارسی نداریم. یک شاعر عرب میاد خدمت خاطر مثلا خسرو پرویز، یا مثل خسرو پرویز که ازش میپرسن که تو چی کاره ای؟ خب اونم میگه شاعر، من فکر میکنم تو کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم اومده این حکایت، که میگه شاعر، برمیگردن ترجمه میکنن شاعر رو به سرودگو. سرودگو یعنی کسی که سرود میگه، یعنی کسی که شعر میگه. و سرودگو ترجمه بعدی به عربی میشه مغنی. مغنی یعنی کسی که غنا میکنه، یعنی آواز میکنه. نکته اینه که اصلا ما لغتی برای شعر نداشتیم، یک بیت شعر، یک دونه شاعر نداریم. ولی بعد از اسلام اتفاقا نکته همینجاست که جامعه به شدت طبقاتی ایران زمان ساسانی اجازه رشد و نمو علم و دانش نمیداده، به خاطر که طبقاتی که بودن طبقه لشکریان، روحانیون، ارزم به حضورتون که دولتی ها و مردم عادی، پیشه‌وران و کشاورزان، و اینا حق نداشتن به طبقه دیگه خودشون رو ببرن. بنابراین نه، علم و دانشی نبوده، البته تمدن بوده. چرا حکومت داشتیم، نظامیگری داشتیم، ارتش داشتیم، جنگ و بزن و بکشه، ولی علم و دانش چندان جایگاهی نداشته. ولی تو دلتون بخواد بعد از اسلام اتفاقا با علارغم همین این همه حملاتی که میکنن، اسلامی که میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا اطلب العلم من المهد الاله که شعر فارسیش هم خیلی زیباست، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی. اینها باعث شد که دین اسلام در ایران مخصوصا این همه عالم و دانشمند و نویسنده و مورخ و شاعر و اینا تحویل جامعه بده که افتخار کنه. بسیار ممنونم. من و اما ببخشید بگم بگم اینی که میگن که به زور عربی رو به ما تحمیل کردن، اگه تحمیلی بود ما چند صد ساله نتونستیم برادران ترک زبان عزیز خودمون رو، در صورتی که حکومت ها فارسی زبان بودن، دولت ها فارسی زبان بودن، مدرسه ها فارسی زبان بودن، نتونستیم ما اینا رو چطور که، یا مثلا عربای خوزستان رو ما نتونستیم اینا زبونشون رو عوض بکنیم، یا بلوچا دورها و بله زوری نیست آقای سوری. ببینید ما در زبان انگلیسی مثلا میگیم که نمیدونم دیدین شلوارای
خاکی رنگ و میگن کچی تن. کچی رنگ اسپلش میکنن کی ایچ. بله بله. ای K-A-C-H-I همون خاکیه، خاکی فارسی ما. جدی به زور این کلمه رو نیورده تو زبان انگلیسی. بله. و خیلی از این لغات توی زبانها مثل آدمیزاد مسافرت میکنن از این شهر به اون شهر. و یه نقطه عجیب، ما در زبان فارسی در ایران میگیم اداره برق، برق عربیه، و خود کشورهای عربی میگن وزارت کهربا. کلمه فارسی به کار میبرن. آیا به زور ما ایرانی ها به زور بهشون گفتیم بگید کهربا؟ نه، اینجوری نیست. جالبه. این سوالت تقریبا میتونم بگم فالوآپه، و در رابطه با همین ماجرای کتاب و بار زدن کتاب و سوزاندن کتاب و اینا، همیشه میگن که کتابخونه بزرگی در تیسپون بوده، آتش زدن. شما به ما بگیم به نظر شما آتش زدن یا نزدن. زمین من بیش از 20 تا سوال اینجا نوشتم، میخوام بهتون بگم که کتابتون رو دارم میخونم، ولی از اینایی که باید هی برگردم یه چیزی دارم دوباره بخونم تا بیشتر بفهمم. ضمناً شما یک نوشته ای هم بر کتاب آقای امیرحسین لادن نوشتید که من از شما ممنونم، برای ایشون هم فرستادم. حالا اگر یه وقت مایل باشن میتونن پاسخ بدن یا با هم صحبتی داشته باشید. امروز به همین جا بسنده میکنیم، ولی اینو شما به ما جواب بدید. آیا اعراب کتابهای ما را در کتابخانه تیسپون آتش زدن یا نزدن بر اساس اون تحقیق هایی که شما داشتید؟ من اووردم این رو که این شایعه رو ابن خلدون درست کرده که 700 سال بعد از اسلام اومده، و ایشون هم استدلال میکنه، نه اینکه سند نشون بده که کتابی بوده کسی آتش زده. پیش خودش گفته که یک همچین امپراتوری عظیمی، یک همچین حکومت مقتدری نمیشه کتاب نداشته باشه، و بنابراین کتاب بوده و نامه نوشتن به عمر، و عمر هم گفته این کتاب ها رو تو آب بریزید. تو همین که میگه تو آب بریزید تناقض با اینکه آتش زدن، همچین چیزی نبوده. من به حد کافی روی این قضیه بحث کردم توی کتابم که نه، کتاب سوزی در کار نمیده. البته جور و جنایت و قتل و این چیزا همه جا هست، تو همه جنگ ها، ولی نکته حساس اینجا اینه که چرا ما این حساسیت رو نسبت به چنگیز خان مغول نشون نمیدیم، چرا به اسکندر نشون نمیدیم، ولی با اسلام درگیری داریم. این ایرادیه که من دارم. و الان متاسفانه یک اوضاعی پیش اومده، اینقدر این ضدیت با دین توی مردم عادی شده، و بحث سکولاریسم، لایسیته، بی‌دینی، اینا همه بر اساس بی‌معرفتیه. همونطور که متاسفانه خیلی همون دینمون بر اساس بی‌معرفتی، بی‌معرفتی منظوره که معرفت، آگاهی درست حسابی نداریم، صدمه میزنه. بی‌دینی هم صدمه میزنه، سکولاریسم بدون معرفت هم صدمه میزنه. این از روی خشم و نفرت، چیزی که از روی خشم و نفرت باشه نتیجه خوشی نداره. بسیار نکته من اینه. بسیار ممنونم از شما آقای مهران نژاد. اگه کسی بخواد با شما تماس بگیره، بهترین راه تماس همون فیسبوکه که خیلی ساده اسم خودتون رو اونجا نوشتید، یا به اصطلاح میخواین چیز دیگه در اختیار بینندگان قرار بدید؟ فیسبوک هم ایراد نداره، ولی اگر در مورد کتاب بیشتر بخوان بحث بکنن، هست آدرس، ایمیل و شماره تلفن ناشر هست. من خیلی هم خوشحال میشم که هر صحبتی باشه در چاپ دوم حتما توی کتاب خواهم آورد. هر کس هر صحبتی بکنه، چه موافق چه مخالف، چه اعتراض چه ایراد، هر چی، من با مشکلی ندارم، به خاطر اینکه یه آدم 100% بی‌طرفی هستم و از موضع بی‌طرفی صحبت میکنم. اگر جهت‌گیری میکنم فقط اون هویت ایرانیه، چیزی دیگه نیست. بسیار ممنونم از شما. و همین اسم کتابتون رو توی گوگل اگه بزنن، من دیدم که اون آدرس ناشر، اسم ناشر، تماس و اینا میاد. امیدوارم به زودی شما بتونید این رو روی آمازون هم بذارید تا دوستان راحت تر. اگه روی آمازون بذارید، یکی از اون نسخه ها رو من برای آقای شیرازی به عنوان هدیه میخرم و پست میکنم براشون. حالا اگرم میشه با اون نشر 40 اسمش هست، میسکنم؟
اگه با اونم میشه این کار انجام بدیم، من از اینجا یه دونه کتاب برای ایشون ارسال میکنم تا بخونن و بیان توی برنامه با هم دیگه گپی دوست. در مورد آمازون من اتفاقا با ناشر صحبت کردم، گفتن از ایران کاری نمیتونن بکنن، من خودم باید یه کاری بکنم. به علاوه چون حاضر نیستم، بلد نیستم، ظاهرا باید سفارش بدم مثلا 100 تا 200 تا چند تا بفرستن برای من، من اینجا با آمازون تماس بگیرم و اینطوری انتشار پیدا بکنم. نمیدونم من روش کار خواهم. آها این برمیگرده به اون چیز دیگه، به اصطلاح سانکشن یا محدودیت هایی که هست، امیدوارم اونم برطرف بشه و ایرانی ها بتونن از ایران هم این کارها رو انجام بدن، چون واقعا این همون ضرریه که بعضی از ایرانی ها الان دارن انجام میدن، اونم به خاطر یه سری شارلاتانی مثل ترامپ. خیلی ممنون که با ما بودید، امیدوارم در برنامه های آینده هم با شما باشیم. با تمام میل متشکرم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای مهدی مهران نژاد بودیم که ایشون نویسنده کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران هستند. اجازه بدید بگم که چرا